شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد قطنامه تازه خود را علیه فعالیت های ایران صادر کرد. قطنامه روز پنجشنبه در نشست شورای حکام با اکثریت آرا در انتقاد از برنامه های حسده ایران به تصویب رسید. برخلاف گذشته این بار روسیه و چین دو حامی اصلی ایران در موضعی مشترک با آمریکا نگرانی جدی خود را از غنیسازی اورانیوم بیتوجهی ایران به قدنامه های پیشین سازمان ملل و فعالیت های اخیر در سایت نظامی پارچین اعلام کردند. تنها مخالف این قدنامه در بین 35 کشور عضو شورای حکام کوبا بود و مصر تونس و اکوادور رأی ممتنع دادند. علی اسخر سلطانی نماینده ایران در واکنش به این قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به استفاده از منابع CIA و موساد متهم کرد و گفت قطعنامه شورای حکام اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در اظهار نظری نسبت به عدم پایبندی ایران به تعهداتش انتقاد کرد اما در این حال گفت گفتگو تنها راه مؤثر برای حل موزل هسته ایران است. نه کشور عضو جنبش غیر ها که ایران ریاست آن را بر عهده دارد به قطعنامه رأی مثبت دادند. هند و آفریقا دو کشور مهم در بین غیر ها از جمله رأی دهندگان به قطعنامه محکومیت ایران بودند. از سال 1382 به این سو این دوازدهمین قطعنامه است که شورای حکام آژانس در مورد ایران صادر کرده است. احمد باطبی، صدای آمریکا.